شهرام خلدی استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل دانشگاه واترلو از اونتاریا همراه ما هستن وقتتون بخیر جناب خلدی چند ساعت بعد از ورود بلینکن به منطقه در تلاش برای توقف جنگ و آزادی گروگان ها هماس پیشنهاد اخیر آمریکا برای آتش بستر غزه رو رد کرده چقدر به نتیجه رسیدن مذاکرات محتمله خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و همه ای مخاطبان ایران اینترنشنال راستش رو من متاسفانه کماکان بدبین هستم به اینکه ما ظرف حداقل یک هفته آینده نتیجه خیلی عینی و عملی در اینکه به یک آتش بس برسیم و میزان کمک های انسان دوستانه به در واقع به میزان قابل توجهی افزایش پیدا بکنن این سفری هم که آقای برینکن کردن به منطقه بقیده من نشون دهنده این هست که چقدر مذاکره کنندگان ناموفق بودند و همونجوری که از رتعالی و دیگه همکاران گزارش فرمودید از روز جمعه به این طرف هماس عملا بایکوت کرده این مذاکرات رو هیچ کدوم از نمایندگان حماس که البته همیشه به صورت غیر مستقیم در ارتباط بودن از طریق قطری ها و مصری ها در ارتباط بودن حتی حضور هم پیدا نکردن در این مذاکراتی که آقای ویلیام برنت رئیس CIA دارن انجام میدن با قطری ها و مسیح ها. بنابراین متاسفانه در این شرایط به نظر من حرکتی که آقای بلینکن دارن میکنن رو ما یه مقداری باید از بابت مسائل سیاسی که در امریکا و اتفاق میفته و کارزار ریاست جمهوری ببینیم همونجوری که از رتالی و دیگر بیاندگانتون مسلسل هستند الان از فر... در واقع از امروز اه... 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 کنفرانس حزب دموکرات در شهر شیکاگو انجام خواهد شد که نهایتا خانم هریس رو به عنوان نامزد ریاست جمهوری اعلام خواهند کرد و اگر در واقع تنش ها بین حماس و اسرائیل به شدت بالا بگیره در غزه به نظر من این بسیار بد خواهد بود برای خانم هریس و حزب دموکرات برای اینکه طرفداران هما طرفداران به اصطلاح صلح اعلام کردن که تظاهرات خیلی شدیدی ظرف سه چهار روز آینده در برابر کنفرانس دموکرات ها در شیکاگو برقرار برپا خواهند کرد و اگر اسرائیلی ها یک حمله ای بکنند که در واقع طرفات غیر نظامی قابل توجهی به بار بیاره بقیده من باعث بینظمی بسیاری خواهد شد و آقای بلینکن هدفشون از این سفر این است که تا حدودی درجه حرارت وخامت اوضاع رو پایین بکشن حماس در بیانیش به عنوان دلیل مخالفتش گفته هدف نتانیاهو اشغال غزه است و علاقه به آزادی زندانیان حماس به بهانه‌های امنیتی نداره از طرفی فشار خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی رو داریم به نتانیاهو کمچنان ادامه داره و درخواست یوآف گالاند وزیر دفاع در مورد اینکه کل کابینه باید در جریان روند مذاکرات آتش بس قرار بگیرن اینها در مورد نقش نتانیاهو چه چیزی رو نشون میده نشونه چیه کلا چقدر مجموع این شرایط میتونه موثر باشه در روند به نتیجه رسیدن توافق آتش بس؟ بله این این سه جنبه ای که از رسالی مطرح فرمودید در پرسشتون خیلی مهم هست فشار خانواده ها هر شنبه در واقع غروب از در واقع زمانی که به اصطلاح همونجوری که همه مستحضر هستند زمان بسیار مقدسی هست برای یهودیان خانواده های گروگان ها تظاهرات کردند در تلاویب حتی در شنبه گذشته آقای بنیگانس جنرال بازنشسته و عضو سابق کابینه جنگ اسرائیل شرکت کردند در این تظاهرات این رو ما نباید نادیده بگیریم دومیش اونچه که آقای یاوف گالانت خواهش کردند از آقای ناتانیاهو به خاطر اعمالی هست که اعضای افراتی کابینه آقای ناتانیاهو انجام میدن و به نظر آقای یاوف گالانت رفتاری که اونها دارن انجام میدن مثل همین سفر اخیری که آقای بنجامین مزارت خام ایتامار بنگاویر انجام دادن به منطقه همون در واقع مسجد الاقصا که باعث تشنج بیشتری شد از نظر آقای یاوف گالانت دارن در واقع جبهه هایی رو که اسرائیلی ها ناچارند درش درگیر باشند بیشتر میکنند بنابراین من فکر میکنم که آقای ناتانیاهو اتفاقا الان در یک موقعیتی قرار دارند که با وجود تمام فشارهایی که داره بهشون میاد دارن فشار هم به آمریکایی ها فشار میارند به خصوص ادمنستریشن دولت آقای بایدن در این شرایط و هم دارند همزمان فشار میارن به اونهایی که حاضر نیستن رهبری مطلق ایشون رو بپذیرن و این موضوعی هم که در مورد در واقع مذاکرات مطرح شد من این رو باید حتما عرض بکنم خدمتون هماس تمام منطقه فلسطین رو یک وقف اسلامی میدونه و این موضوعی هستش که بسیاری از همکاران من بهش اشاره نمی کنن. چیزی که اسرائیلی ها به خصوص نمایندگان افراطی کنست یا اعضای افراتی کابینه جنگ اسرائیل مطرح میکنند، این هست که وقتی که اینها حتی قائل به این نیستن که یک فلسطینی که در که در صاحب خانه هست واقعا صاحب اون خانه هست و در واقع یک مستعجر یک وقف اسلامی هست ما چگونه میتونیم با یک همچین در واقع موجودیتی که تا این اندازه افراطی هست. که حتی اون قسمت از فلسطین رو ملک مردم فلسطین نمیدونه بلکه وقف اسلامی میدونه مذاکره بکنیم بنابراین این متاسفانه به نظر من ما در شرایطی گرفتار هستیم در منطقه که در واقع تمام این مذاکرات و تمام در واقع آینده و امید برای صلح در منطقه به دست افراطی ها هست و تمام مردم منطقه از مردم اسرائیل تا مردم فلسطین گروگان جناهای افراطی هستند و بقیده ای من این تلاشی که آقای بلینکن و دولت آقای بایدن می کنند حداقل تا یکی دو هفته آینده به یک آتش بس موقت هم نخواهد انجام سپاس از شما شهرام خلی استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین دانشگاه واترلو از اونتاریو